دوستان درود بر شما، من نیک آریا هستم و امروز میخوام که یک مرور کلی داشته باشم بر درخواره حساب ها یا چارت آف اکانت یا بهش میگن جدول کدینگ حساب ها، که ما بیان تمام حساب هایی که ممکنه در بیزینسمون درگیر باشه رو باید با یه نرسمی در واقع بتونیم اینها رو بچینیم، یک رابطه پدر فرزندی یا به اصطلاح کل و معین و تفصیلی بینشون ایجاد بکنیم تا وقتی که میخوایم وارد مرحله بعد بشیم و نمونه از اسناد حسابداری عملی که مربوط میشه به وقایعی که در کسب و کار اتفاق میفته رو با هم ثبت کنیم، باید بدونیم که هر حسابی که درگیر میشه در یک تراکنش رو به کدوم یکی از این شاخه ها در واقع باید نسبت بدیم، کدوم حساب رو باید بدهکار کنیم و کدوم حساب رو بستانکار کنیم. در نتیجه این درخواره که الان میخوام راجع بهش صحبت بکنیم مهمترین اصله و ما اگر اینو ندونیم اساسا نمیتونیم کار حسابداری رو پیش ببریم، برای اینکه نمیدونیم که حساب رو به چه شکلی باید تشخیص بدیم. خب من اینجا همونجور که تو شکل میبینی یک درخواره پنج سطحی رو در نظر گرفتم که به تدریج با هم میریم جلو. تو سطح یک اومدم 11 و 12 رو دادم به دارایی ها، یعنی با یک شروع شده، جاری و غیر جاری. 21 و 22 رو بدهی های جاری و بدهی های بلند مدت با 2 شروع شده. 31 رو دادم حقوق صاحبان سرمایه ارزش ویژه یا همون سرمایه. 41 به فروش، 51 قیمت تمام شده، 71 هزینه، 81 جذب مواد و دستمزد و سربار و سایر موارد. حالا به خاطر اینکه همه در واقع بدنه رو بتونم درست برم جلو و پیش بینی کردم که بتونم تو سطح اول از 10 تا بیشتر برم جلو، به خاطر همینه که من 2 رقمی در نظر گرفتم. فرقی نمیکنه که ارقام اول هر سطح رو چند رقم در نظر بگیر. دارایی های جاری رو ببینید، اومدم گفتم موجودی های نقد و بانک، سرمایه گذاری کوتاه مدت، حساب و اسناد دریافتنی تجاری، سایر حساب و اسناد دریافتنی تجاری، انبارها یا موجودی های جنسی، سفارشات، سپرده و پیش پرداخت. اینا جاری ها هستن. غیر جاری ها رو گفتم یا دارایی های ثابت مشهودن یا نامشهودن، یعنی قابل لمس هستن یا قابل لمس نیستن، نمیشه دید. سایر دارایی ها، سرمایه گذاری های بلند مدت و ذخیره استهلاک دارایی های ثابت، اینا شدن دارایی های غیر جاری. بدهی های جاری، حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری، سایر حساب های پرداختنی غیر تجاری، پیش دریافت ها، ذخیره مالیات، سود سهام پیشنهادی پرداختی و تسهیلات مالی یا وام های دریافتی کوتاه مدت، اینا میشن بدهی های جاری. بدهی های بلند مدت مون هم هست، حساب ها، اسناد پرداختنی بلند مدت، چک ها و سفته های با زمان طولانی و وام ها و تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت. حالا در مورد 31 سرمایه رو جدا کردم، صرف سهام، اندوخته، سود و زیان انباشته که مربوط به سنوات قبل میشه و عملکرد و سود و زیان که مربوط به سال جاری میشه. فروش و درآمد، گفتم فروش، برگشت از فروش و تخفیفات، سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی غیر از فروش البته، و سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی. قیمت تمام شده رم به همین ترتیب قیمت تمام شده کالای فروش رفته و خدمات فروش رفته در نظر گرفتیم. هزینه
حرف اینه ها هم گفتیم یا تولیدی هن، یا اداری تشکیلاتی هن، یا توزیع و فروش هن، یا هزینه های مالی. چهار گروه کلی. جذب به مواد و فربار رو هم به همین ترتیب فعلا براش در این سطحی که در نظر نگرفتیم. و سایر موارد هم میشه حسابای انتظامی، طرف حسابای انتظامی، افتتاحیه و اختتامی. این تا اینجا شد یه مروری روی دو سطح حساب همطور که میبینیم. حالا میخوایم پله ها رو وارد بشیم، پله پله بریم جلوتر سطوح بعدی. اول از دارایی های جاری شروع میکنم. دارایی های جاری من گفتیم موجودی نقد و بانک، با تقسیم بندی کردم تو سطح بعد. گفتم که شامل صندوق ها، بانک ها، تنخواه گردان ها، شبه نقد و وجوه در راه خواهد بود. خب حالا باز میتونم تو سطح پایین تر برم بگم آقا صندوق های من یا ریالی هم یا ارزی. همین گروه بندی رو برای بانک ها، تنخواه ها ایجاد کردم. هر ستاشون یا بانک های ریالی هم یا بانک های ارزی. تنخواه های ریالی، تنخواه های ارزی. شبه نقد رو شامل مسکوکات یا سکه ها نقد و صندوق در نظر گرفتم، سکه طلا و نقره و غیره، و یا اوراق بهادار و قرضه و سهام و غیره. وجود در راه هم یا ریالیه یا ارزی. اینا شدن تا اینجا موجودی نقد بانک من. حالا باز پله ها رو برم پایین تر. صندوق های ریالی الان ببینید تا اینجا شد سطح 1، سطح 2، سطح 3، سطح 4. حالا صندوق های ریالی من به نام افرادی میشن که دیگه آخرین سطح حساب که سطح 5 باشه، همون حسابایی هستن که در واقع سندهای حسابداری قرار ثبت بشن. وقتی میام میگم بانک های ریالی، حالا دیگه اینا واقعا بانک هایی هستن که ما باشون درگیر هستیم. حالا برای بانک ارزی ببینید چی فعلا نداریم. تنخواه ریالی باز به همین ترتیب، و در نهایت سطح پنجم رو ما تو این ساختار ثبت پذیر در نظر گرفتیم. شما میتونید درخوارتون رو دو سطحی یا سه سطحی یا حتی بیشتر از 5 سطح هم تعریف بکنید. این ساختاریه که توی ده ها صنعت طی 30 سال با مشورت آدمای خیلی زیاد ما به این ساختار رسیدیم، و این ساختاریه که دیگه هر نوع بیزینس، چه تولیدی چه در واقع خدماتی و فروش رو و بازرگانی رو میتونه و خودش پوشش بده. همه شاخه ها رو داره، ولی ممکنه در یک کسب و کار خاص بعضی شاخه ها درگیر بشه، فقط اشکالی هم نداره. و ادامه بدیم. سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت رو ببینید. گفتم یا بانکی هن یا غیر بانکی. بانکی ها رو اومدم اینجا گفتم یا ریالی هن یا ارزی. حالا زیر این حالا میتونم بگم بانک فلان، بانک بهمان، برم چلو. سرمایه گذاری کوتاه مدت غیر بانکی هم گفتم یا اوراق مشارکت هست یا سهام شرکت ها. حسابای اسناد دریافتنی تجاری گفتم یا اسناد تجاری هست که شامل اسناد تجاری نصب شرکت در جریان وصول نصب بانک ها و مشکوک الوصول. حالا اگه بگم نصب شرکت، دیگه سطح بعدیش میشه اسنادی که دست افراد مختلف به حساب باز میشه براشون. و حسابای دریافتنی تجاری یعنی در واقع بدهکاران میشن به اصطلاح، کسایی که از ما خدمات و کالا خریدن، یا شرکت های همگروه هن، یا تامین کنندگان، سازندگان، بازرسان، مشتریان که عمده گردش ما در واقع مشتریان خواهد بود، و یا سایر حساب ها در افتنی، سایر بدهکاران به اصطلاح شامل اشخاص و شرکت ها میشه، و مشتریان خارجی رو هم جدا کرده. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول هم به همین ترتیب
تو فتح بعدی خودش رو تکرار کردیم به خاطر تقارن در سطوح. حالا سایر حساب ها و اسناد دریافتنی اینا دیگه تجاری نیستن، حالا مربوط به غیر از مشتری ها میشن، یا اسناد دریافتنی غیر تجاری هم که میتونه نزد شرکت باشه، نزد بانک باشه یا مشکوک الوصول، یا بدهکاران غیر تجاری شامل کارکنان باشه، علل حسابی که به کارکنان دادیم، مساعده‌ای که دادیم، وامی که دادیم، کالای امانی که دادیم یا سایر کسورات. بدهکاران و سهامداران با فرزند بعدی هست به این گروه سایر حساب ها که شامل شرکا میشه. حالا بعد به ترتیب شرکای بعدی. سایر بدهکاران که متفرقه گرفتیم و یا شرکت های همگروه. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیر تجاری، همونطور که برای تجاری ها باز کرده بودیم این ذخیره رو، این هم میشه غیر تجاری. یعنی ما پیش بینی میکنیم که اینقدر از چکا قراره برگرده به اصطلاح. حالا با کاربرد این حسابا من کاری ندارم، هر کدوم اینا میتونه یک درس دانشگاهی مفصل باشه. توی این فیلم ما نمیتونیم همه اینا رو در واقع بار کنیم، من فقط دارم یک سری ایده منتقل میکنم که شما اگر لازم شد خودتون باید برید در واقع مطالب رو تحقیق کنید. انبارها یا موجودیهای جنسی رو گفتم، یا مواد اولیه و قطعات، یا کالای نیمه ساخته است، یا محصول ساخته شده است، یا کالای امانی ما نسل دیگرانه یا دیگران نسل ما. سفارشاتم یا سفارشات خارجی وارداتیه یا صادراتیه از خارج، یا سفارشات داخلی یعنی داخل خود کشور. که الان اینا رو هم اگر نگاه بکنیم تو سطح بعدی، سفارشات خارجی وارداتی بکنون یا مواد اولیه گذاشتیم، مواد اولیه اصلی، مواد اولیه کمکی، بسته بندی، لوازم یدکی. حالا شما ممکنه گروه بندی های دیگه ای رو بخواید منظور کنید، این مربوط به یه شرکت تولیدی هستش. و سفارشات خارجی صادراتی هم عین همینه، مواد اولیه اصلی، کمکی، بسته‌بندی، لوازم یدکی. سفارشات داخلی هم با همین ترتیب طبقه بندیش یکی. سپرده ها و پیش پرداخت ها میشه سپرده، اول پیش پرداخت ها میاد اینجا که یا به شرکت های همگروه یا به تأمین کنندگانه، کسایی که برای ما جنس تهیه میکنن، یا به سازندگانه، یا بازرسان، یا اشخاص و شرکت ها که حالا توی این میتونه یه عالم شرکت و اشخاص دیگه اضافه بشه. سپرده ها یا سپرده به گمرک، یا بابت سفارشات، یا بابت ضمانتنامه های بانکیه، یا شرکت در مناقصه یا مزایده، سایر سپرده و سپرده های حسن انجام کار شرکت ها یا اشخاص. خب تا اینجا الان اگه دقت بکنید دارایی جاری ما بسته میشه. بریم سراغ دارایی غیر جاری که دارایی ثابت مشهود یا دارایی ثابت که اومدیم طبقه بندی کردیم به زمین و مستحصاد، یعنی در واقع چیگاه که احداث شده، ساخته شده در روی محوطه و زمین و دیوار و تشکیلات، و خود ساختمان ها، تأسیسات، ماشینالات و تجهیزات، ابزارالات، وسایط نقلیه، اثاثه و منصوبات و قالب ها. این گروه بندی کلی دارایی ها. دارایی های ثابت در دست تکمیل هم این همونه، فقط اینا در دست تکمیل هم. که به همین ترتیب پیش پرداخت های سرمایه‌ای باگم دقیقا به همین ترتیب، یعنی اینا ماهیتشون اول پیش پرداخت داده میشه، وقتی که ساخته شد میاد در داخل دارایی دست تکمیل، ادامه هزینه ها روش تعلق میگیره، وقتی که آماده بهره برداری شد اینجا سند میخوره و به عنوان دارایی ثابت در سیستم اموال هم ثبت خواهد شد.
خب بعد میایم شاخه بعدی بعد از دارایی های ثابت میایم به دارایی های نامشهود که گفتیم یا فرقفلی و حق الامتیاز هست که اینا رو جدا کردیم، فرقفلی جدا، حق الامتیاز جدا، نرم افزار هم جدا، یا سایر دارایی های نامشهود مثل سنوات آتی، هزینه های تأسیس قبل از بهره برداری و کارمزد تسهیلات دریافتی، یعنی وام هایی که گرفتیم. سایر دارایی ها حالا از ثابت مشهود و نامشهود اگه رد بشیم بیان کنار، سایر دارایی ها وام های بلند مدت میتونه باشه، اسناد دریافتنی بلند مدت هم میتونه باشه. و دوباره اینجا گفتیم وام های بلند مدت به کارکنان، اشخاص و شرکت ها، و یا اسناد دریافتنی بلند مدت از اشخاص و شرکت ها، سرمایه گذاری های بلند مدت بانکی و غیر بانکی. بانکی ها رو گفتیم ریالی، ارزی. سرمایه گذاری های بلند مدت غیر بانکی هم گفتیم یا اوراق مشارکت یا سهام شرکت. و ذخیره استهلاک، ذخیره استهلاک هم اومدیم گفتیم مربوط به دارایی های ثابت که باز به تفکیک همون دارایی های ثابت زمین و البته زمین که استهلاک نداره، محوطه و ساختمان و تأسیسات و ماشینالات و به همین طبقه بندی که قبلا داشتیم. سایر ذخایر، حالا ذخیره هایی که ما بابت استهلاکات دارایی های نامشهود میگیریم، و ذخیره ارزشیابی سرمایه گذاری ها. تا اینجا اگر توجه بکنید دارایی های غیر جاری ما هم در واقع بسته شد. بریم سراغ بدهی های جاریمون. حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری که یا اسناد پرداختنی تجاری هم و یا حساب های پرداختنی تجاری. اسناد پرداختنی یا ریالی هم یا ارزی هم به شکل چک و یا سفته هستن به شکل ریالی. حالا میتونستون سفته های ارزی هم باشون که معمولا معنی نداره حالا توی اقتصاد ما. حساب های پرداختنی تجاری حالا یعنی غیر از چک میشه، در واقع یعنی طلبکارا یا بستانکارا، شامل شرکت های همگروه، تأمین کنندگان، سازندگان، بازرسان، مشتریان، اشخاص و شرکت ها، مشتریان خارجی، حساب های پرداختنی معلق خرید، یعنی بستانکارانی که بربوط به معلق خرید هست، و کالای امانی دیگران نزد ما که ما در موردش تعهد داریم. حالا میایم سایر حساب‌های پرداختنی غیر تجاری. تا اینجا اینا تجاری بودن، اگه دقت بکنید این دوتا تجاری بودن. حالا غیر تجاری ها یا اسناد پرداختنی غیر تجاری که اونم میشه ریالی و ارزی و سفته هاش، حساب‌های پرداختنی کارکنان یعنی در واقع طلبکارانی که غیر تجاری هستن از ما، شامل حقوق پرسنل میشه و تسویه حسابشون که آخر سال انجام میشه معمولا یا آخر قرارداد، روند حقوق، مبلغی که اضافه تر پرداخت میکنیم که حقوق روند بشه، و بستانکاران کارکنان غیر از حقوق، البته پولی که خودشون آوردن دادن در شرکت، و صندوق قرارگل حسنه کار کنن. مالیات و عوارضهای پرداختنی هم یا مالیات و حقوق یا مالیات تکلیفیه یا مربوط به عوارض ارزش افزوده است یا در واقع مالیات اجاره محل. حق بیمه ها هم جدا کردیم، یا بیمه 30% کارکنانه که مربوط به سازمان تامین اجتماعی میشه معمولا، و یا حق بیمه پیمانکارانه غیر از کارکنان، و جرائم بیمه ای، سپرده های دریافتی، سپرده هایی که ما گرفتیم در مقابلش اونا هم ما طلبکارن که مربوط میشه به حسن انجام کار، شرکت های همگروه، تامین کننده، سازنده، بازرس، مشتری و اشخاص و شرکت ها،
بستانکاران سهامداران، اینم جزو در واقع غیر تجاری ها میشه دیگه اگه دقت بکنید. من اینا رو ببندم. شاخه بعدی غیر تجاری ما میشه سپرده های دریافتی، که باز میشه در واقع به ترتیب شرکت های همگروه تامین کننده، سازنده، بازرس مشتری و اشخاص و شرکت ها، که حالا افراد مختلف شاخه های اینا هستن. بستانکاران سهامداران، این غیر از سرمایهشون اگه شرکا پولی آوردن. ذخایر گفتیم یا بابت کاهش ارزش دارایی ثابته یا بابت پایان خدمت پرسنل یا بابت مرخصی استفاده نشده پرسنل، ایدی، حسابرسی، هزینه های تعلق گرفته، ذخیرهش البته، پرداختی سفارشات و کاهش ارزش موجودی ها و سایر ذخایر. اینم تا اینجا تموم. دیگه چی داریم در دارایی بدهی های جاری؟ شامل پیش دریافت ها میشه این دفعه، که مشخص دیگه پیش دریافت ها از مشتری ها مانده در نظر گرفتیم. ذخیره مالیات عمل کردم یا سنواتی مربوط به سالهای گذشته است یا مربوط به سال جاریه. این هم جزوه باز به سانکار ها میشه، ما ذخیره گرفتیم اینجا. سود سهام پیشنهادی هم که به همه ترتیب مربوط شرکت ها هم گروه و شرکت ها جدا شدن. و تحصیلات مالی دریافتی کوتاه مدت یا از بانک ها یا از شرکت های هم گروه و اشخاص به شکل وام، که اینا رو اگه دقت بکنید باز مثلا مال بانک ها رو اومدیم گفتیم فروش اقتصادی، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، سلف، ممکنه ده حالت دیگه هم باشه. شرکت های هم گروه و اشخاص هم خودش رو تکرار کردیم. خب تا اینجا بدهی های جاری هم تموم شد. و بدهی های بلند مدت، حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت شامل اسناد پرداختنی بلند مدت و سایر حساب های پرداختنی بلند مدت، اسناد پرداختنی، چک های پرداختنی یا ریالی یا ارزی. سایر حساب های پرداختنی بلند مدت هم گفتیم که حساب های پرداختنی تجاری بلند مدت و غیر تجاری بلند مدت، اینا رو هم آوردیم توی این شاخه جزء بدهی های بلند مدت ما. و تحصیلات مالی دریافتی بلند مدت هم اینجا بار به ترتیب وام ها میشه دیگه، وامی که از بانک ها گرفتیم، فروش اقتصادی، مشارکت مدنی و غیره، که میبینید به همین ترتیب. حقوق صاحبان ارزش ویژه، سرمایه را آوردیم، صرف سهام، اندوخته و سودوزیان انباشته و عمل کرد، که همه اینا رو تو سطح بعد هم تکرار کردیم. حالا اینا میتونه در واقع به تفکیک سالهای مختلف بیاد و شکل بگیره. اما فروش و درآمد، خود فروش رو گفتیم یا فروش مواد قطعات و محصول یا فروش خدمات یا فروش صادراتی، که این طبقه بندی رو کردیم. برگشت از فروش هم به همین ترتیب، یا مربوط میشه به مواد و قطعات و محصول یا بابت تخفیف خدمات میشه یا تخفیف صادراتی. اینا رو هم همه رو برگشت از فروش و تخفیف رو با هم در نظر گرفتیم، که اگر داخل اینا برید میبینید که حالا اینا تفکیک شده توی شاخه های بعدیش، یعنی اینجا برگشتیه رو جدا کرده، تخفیفه رو هم جدا کرده. دوباره برگشت از فروش خدمات، تخفیف خدمات. برگشت از فروش صادرات، تخفیف فروش صادرات. این طبقه بندی هم مربوط به این. سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، سود و زیان عوامل تولیدی مثل هزینه های جذب نشده در تولید،
در خدمات و ضایعات غیر عادی تولیدی. سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، فروش ضایعات، فروش مواد اولیه، کاهش ارزش موجودی، تسعیر نرخ ارز بابت بدهی‌های ارزی عملیاتیمون و کسر اضافه انبار. تا اینجا اینا میشن سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی. این همین داستان غیر عملیاتیش هم داریم که با مربوط میشه با سود و زیان و سرمایه گذاری ها که یا مال بانکی میتونه باشه یا اوراق مشارکت، سود سهام، سود فروش سرمایه گذاری ها، سود و زیان فروش دارایی هامون یا دارایی ثابت مشهوده یا نامشهوده یا تجدید ارزش دارایی های ثابت مشهودمونه یا خسارت‌های غیر قابل دریافت از بیمه که اینا حالا بعضیش ممکنه مثبت باشه به عنوان درآمد و منفی باشه به عنوان هزینه. سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی بابت سود وامایی که ما دادیم، بابت تسعیر نرخ ارز بدهی‌های ارزی غیر مرتبط، درآمد ارائه خدمات، درآمد حاصل از اجاره و غیره، اینها غیر عملیاتی هستن. خب اگر از فروش و درآمد الان بیایم بیرون، در قیمت تمام شدن ببینید که ما اومدیم بابت قیمت تمام شده مواد و قطعات و محصول یه حساب در نظر گرفتیم، بابت خدمات فروش رفتمون یه حساب دیگه و قیمت تمام شده فروش صادراتیمون هم یه طبقه بندی دیگه، یعنی سه گروه کردیم. در مورد هزینه‌های تولیدی یا مواد اولیه و کمکی مصرفی مستقیم مربوط به تولید که در داخل این شاخه با صفت بعدی اومدیم گفتیم یا مواد اولیه مصرفی تولید یا مواد کمکی مصرفی تولیده که هزینه‌هاش جدا شده. دستمزد و مزایای مستقیم تولید، اونایی که مربوط به خود تولید دارن کار میکنن، و سربار، یعنی ببینید مواد جدا شده، دستمزد جدا شده، سربار. سربار من میشه یکیش دستمزد و غیر مستقیم، یکی سربار تولید مربوط به کارکنان میشه، یکی سربار تولید عملیاتی و استعلام. حالا ببینید دستمزد مثلا غیر مستقیم، کسایی که غیر مستقیم در تولید نقش داشتن، یه عالمه هزینه است دیگه، انواع مختلف که میبینید دیگه، از موارد خیلی مفصل. در مورد کارکنانم بابت مأموریت و سفر و نمیدونم بهداشت و هر گونه پذیرایی و غیره، من وارد ریز سطح آخر نمیشم چون اونا رو موقعی سند زدن باید تشخیص بدیم و در واقع درگیر بکنیم. الان مهم اینه که ما شاخه اصلی رو بتونیم پیدا بکنیم. هزینه سربار تولید مربوط به استهلاکاتمون هم که این هزینه های استهلاک و همه اینا مربوط به تولیده، به تفکیک زمین و ساختمان و تجهیزات و تأسیسات و غیره. از هزینه های تولید که رد بشیم، هزینه های اداری تشکیلاتی هم باز همین طبقه بندی رو داره، یا دستمزد یا مربوط به کارکنان یا عملیاتی یا استعلام. الان ببینید دستمزد باز شامل اینها میشن، اینا مربوط به اداری تشکیلاتی هستن. کارکنان هم باز مثل همونه، منتها با دستمزد جدا کردیم بابت مأموریت و بهداشت و هزینه پذیرایی و عمر و عرض کنم که هزینه آموزش و غیره، اینا ربطی به حقوق نداره. هزینه اداره تشکیلاتی عملیاتی، حالا یه عالم است از برق و آب و گاز و بنزین و فلان و بسار که اینها همه میان جلوی این عملیاتی ها و استهلاکات
لوازم اداری تشکیلاتی، از ساختمان و ماشینالات و ابزار هرچی که هست. خب هزینه های توزیع و فروش هم نگاه بکنی هیچ فرقی با چیز نداره، خیلی شبیه یا دستمزد فروشه یا توزیع و فروش کارکنانه یا عملیاتیه. البته که اونم اختلاف میتونه داشته باشه، اگر واحد فروش تشکیلات جداگونه با خودش ساختمان و ماشین و دم و دستگاه جدا داشته باشه، در واقع این شاخه بالایی باید پایین هم اضافه بشه. و هزینه های مالی که گفتیم یا بانکیه که میتونه هزینه های مالی بانکی باشه، خرید سلف، مشارکت مدنی که اینا بهرهرسیه، مضاربه، کارمزد بانک و هزینه سخته و برآورده. اینا میشن مالی و مالی بانکی. غیر بانکی هم که میشه در واقع هزینه های مالی که بهره هایی که ما به غیر از بانک میدیم. و این شاخه جذب به مواد و فربارم که در شاخه بعدی هست، اجازه بدید من اینا رو ببندم. 81 رو نگاه بکنید، یا بابت مواد، دستمزد و فربار که ما اینها رو موقعی که میخوام سندهای مربوط به تولید رو بگنیم ثبت میکنیم. خب سایر موارد هم که یا حسابای انتظامیه که ما گفتیم دیگران نزد شرکت، یا شرکت نزد دیگران. که دقت بکنید دیگران نزد شرکت یا چکای تضمینیشونه یا رفته هاشونه و یا کالای امانی. این همین هم میشه شرکت نزد دیگران، چک، رفته، کالای امانی، ضمانتنامه. و طرف حساب انتظامی که یه دونه حساب در واقع بیشتر نیست، طرف همه اون حساب‌های انتظامی بالا خواهد بود. و افتتاحی و اختتامی هم که خودشونن، فقط اینم که فقط در واقع بابت بستن حساب‌ها آخر سال توی سند بستن حساب به کار میره. خب تا اینجا ما یک مرور کلی داشتیم بر تمام حساب‌هایی که ممکنه درگیر باشه. یادگیری اینا خیلی مفصله، شما 5 تا لیسانس هم جمع کنید با هم دیگه ممکنه نتونن یه همچین ساختاری رو در بیارن، ولی میتونید این فیلم رو بارها و بارها ببینید و در تشخیص حسابتون، اینکه چطوری حساب رو تعریف بکنید، طبقه بندیش رو به چه شکل بگیرید، میتونه راهنمای خیلی خوب براتون باشه. خیلی ممنونم، شاد و پیروز باشید. بزرگ خواستیم که تموم شد و اگر خوشتون اومد سابسکرایب کنید، ویدیوهای بعدی ما رو داشته باشید، ما رو فالو کنید، به ما لایک بدید، برای ما کامنت بذارید، ما خودمون رو بتونیم کیفیت کارمون رو ببریم بالا و با دوستان دیگه‌تون هم به اشتراک بذارید، شیر کنید تا اونا هم استفاده کنن. تا ویدیو و گزارش دیگه، مطالب جدید، شاد و پیروز باشید. بهتون